تیم اطلاعاتی سقور وابسته به وزارت کشور عراق از ناکام گذاشتن طرح تروسی سنی های تندروی داعش برای حمله به استانهای بغداد و نجف اشرف خبر داد. به گزارش سامریا نیوز تیم اطلاعاتی سقور در بیانیه‌ای با اعلام این خبر عنوان کرد با هماهنگی های فرماندهی عملیات مشترک نیروهای عراقی و طی یک عملیات کیفی سپایگاه مهم سنی های را داعش در غرب الانبار بمباران شد این تیم افزود در یکی از این حملات جلسه ی فرماندهان نظامی عناصر داعش در منطقه ی القائم واقع در منطقه ی حی و جماهیر که برای هدف قرار دادن بغداد و نجف اشرف برنامه ریزی می کردند هدف گرفته شد این حمله نابودی کامل پایگاه تروریستا حلاکت 20 انصار داعش از جمله شماری از فرماندهان نظامی آنان زخمی شدن شماری دیگر و انهدام دو خودروی ها را در پی داشت و به حلاکت یکی از اصلی ترین فرماندهان نظامی گروه تروریستی داعش موسوم به ابو تارق منجر شد بر اساس این بیانیه سنی های داعش ابو تارق را امیر نظامی ولایت بغداد لقب داده بودند او افسر سابق نیروهای ویژه صدام، زندانی سابق زندان بوکا و از نزدیکان ابو بکر بغدادی و طراح چندین حمله تروریستی از جمله حمله تروریستی به منطقه یا محل کراده در سال 2016 به شمار می رفت. تیم اطلاعاتی سغور در ادامه آورده است، در این عملیات کارخانه بمبگذاری خودروها در منطقه هیول الفرات واقع در منطقه قائم منهدم و سه خودروی بمبگذاری شده در همین منطقه منفجر شد و دوازده تروریس حاضر از جمله شماری از کارشناسان بمبگذاری داعش از کشورهای خارجی به هلاکت رسیدند در این عملیات همچنین پایگاه انتحاری های وابسته به ولایت بغداد در منطقه حی سابه در شهرستان القائم هدف قرار گرفت که بر اثر آن چهارده تروریست به حلاکت رسیدند و شماری دیگر نیز زخمی شدند و چندین کمربند انفجاری و مقادیری مهمات منهدم شد.